خب امروز انشالله قرار است در مورد یکی از مهمترین ابزارها در بحث هارمونی صحبت بکنیم و اونم آکوردهای هفتم هستن. انواعش رو معرفی خواهم کرد، اسامیشون و نشانه هاشون چیا هست و اینکه از چه فواصلی تشکیل شدند. اصولا در دوره سوم از دوره جامع آموزش موسیقی به شکل رایگان هستید که من این رو در دوره دوم یه خیلی خلاصه در مورد آکورد شناسی صحبت کردم و آکورد ها رو معرفی کردم. اتفاقا در انتهاش وقتی رسیدیم به بحث آکورد آخر آکورد شناسی رسیدیم به آکورد های هفتم و اشاره کردم که ما در بحث تئوری موسیقی گهگاه لازم هست که چهار صدایی بنویسیم. حالا با توجه به اینکه صدا به چهار بخش سوپرانو تا باس تقسیم میشه، چهار تا نوت نیاز داریم، در نتیجه باید از آکوردهای چهار صدایی استفاده بشه. یکی از آپشن ها آکوردهای هفتم هستن. آپشن اصلی تر شاید اینه که من به یکی از نوت ها رو که معمولا نوت پایه و ریشه هست اون رو دوبلش بکنم، یه دونه اینه کپیش ببرم بذارم بالاتر که بشه چهار تا. ولی به اصل قضیه برمیگشت به اینکه ما از آکوردهای تریاد ها استفاده کردیم. تریاد ها آکوردهای متشکل از سه نوت هستند که حالا انواعش رو اونجا خیلی اشاره کردیم، معکوسش رو اشاره کردیم. اینجا میخوام برم سراغ صدای چهارم و ببینیم اگه قرار باشه از آکوردهای هفتم استفاده کنیم چند حالت داریم، چطوریست و اینها رو معرفی کنیم. طبیعتا باید در ادامه انشالله ویدیوهای دیگری باشه که هر کدوم از این آکوردهای هفتم که 288 حالت ممکنه ایجاد بشه در ادامه خواهم گفت، اینها چجوری باید در دل یک هارمونی ازشون استفاده بشه و چطوری باید اینها حل بشن، با چجوری باید متصل بشن، پیوند پیدا کنن به سایر آکوردها که خب در مورد اونها میشه در ادامه صحبت کرد. پس مبنوی نکته عرض کنم که ما اصولا هارمونی رو از یه دیدگاه میتونیم به دو بخش هارمونی TRC و غیر TRC تقسیم کنیم. هارمونی آکوردهایی که درش استفاده میشه فواصل بین نوت ها یا سه نیم پرده است یا چهار نیم پرده است و اتفاقا در مورد این ما صحبت کرده بودیم در آن چیزی که در ویدیوی قبلی من تحت عنوان آکورد شناسی ضبط کردم. مثلا اگه آکورد دو ماژور رو نگاه کنید فاصله این دوتا نوت چهار نیم پرده است و این دوتا سه نیم پرده است، یا اگه از دو مینور استفاده کنیم این فاصله این دوتای اول سه نیم پرده است، بعد این دوتای بعدی چهار، سه چهار چهار سه، به هر حال متشکل از عدد سه و چهار نیم پرده است. که حالا اسامی هم داره که من اونجا گفتم اینها رو اسامیشون چی، افسوده، کاسته، بزرگ، کوچک، اینا درست اینها رو اونجا معرفی کردم. من عمدن نمیخوام از اون اسامی استفاده کنم چون برای کسی که شاید یه مقدار با اون اسامی براش سخته اصل مطلب از اصل ماجرا جا نمونه و ما همون باز تعداد نیم پرده بریم، به لحاظ ریاضی هم خیلی میتونه کمک بکنه برام. برای دوستانی هم که پیانو بلد نیستن فقط من اشاره بکنم که این دو تایی که میبینید سیاها بغلش میشه نوت دو، این دو هست ر می فا سول لا سی دو، و اگه یه دونه برم سیاه بعدی میشه دیس، سیاه قبلی میشه بمول. و برای اینکه اصلا این مورد فقط برای پیانو نیست، برای هر کسی که میخواهد یه قطعه ای رو بنوازد و از این آکورد ها ممکنه درش استفاده بشه، یا کسی که میخواد از اینا استفاده بکنه، به هر حال 288 تا ابزار دارن در اختیار شما قرار میدن، 288 آکورد دارن که حس و حال متفاوت موسیقی های ایجاد بکنه. خلاص این آکورد هایی که از این فواصل 3 و 4 نیم پرده استفاده کنه بهش میگن TRC، و اگر شما به جز 3 4 از 2 نیم پرده و 5 نیم پرده هم استفاده کنید هارمونی غیر TRC گفته میشه. 4 تا نوت دارن، فاصله بین 4 تا 3 تا باید عدد به عنوان فاصله بین 2 به 2 اینا ارائه کنم، چون 4 تا چیز بینشون 3 تا فاصله میفته دیگه. حالا اگر که من بخوام تریاد بزنم خب یا به 4 سم یا 3 4 هم دیگه اینجوری، و یا 3 سم یا 4 4 هم که اینها رو هم دارن، فاصله نوت اول تا این میگن درجه پایه روت و درجه سوم 1 2 3 این سوم هست، 1 2 3 4 5 این 5 هست و پنجم. اگه این فاصله اول تا سوم چهار باشه و بعدی سه نیم پرده میگم ماژور که حال هوای شاد داره، و اگه اولی سه تا باشه و بعدی چهار تا باشه مینور هست، غمگینه، حس میکنه که چقدر گرفته تر تارتره به قول معروف، و میتونه فاصله همون سه تا بمونه و این چهارم من بیارم اینجا به این میگن کاسته، که یه مقدار حال هوای آکورد از حالبین، چون بالاخره ما یا غمگین هستیم یا شاد، حالا چیزای دیگه هم داریم دیگه به هر صورت، اگر شاد بخواید غمگین بخواید و اگر حالا چیز حسای دیگه بخواید اینم هست.
یا حتی میتوانم همین آکورد دو ماژور رو که این 4-3 بود اینم ببرم بالا. این رو هم اینجای سالا یه مقدار تردید، ترس، اینها هم میشه از اینها استفاده. این برای این تریاد ها بود. حالا برای یا 3-4 یا 4-3 یا 3-3 یا 4-4 دیگه خارج در مورد TRC دارم صحبت میکنم که فقط 3 و 4 است. حالا اگه من بخوام همین سیستم رو برای آکورد های غیر TRC هم و برای تازه هفتم ها و 4 نوتی هم تعمیم بدم، یعنی دیگه از 3 تا نوت استفاده نکنم بلکه نوت 4 اضافه کنم، همونجور که اول 3 و 5 بود یه هفتم هم اضافه کنم اینجور هفتم، این میگه آکورد هفتم میشه. حالا اینجا سوال اینه که فاصله بین این 4 تا نوتی که الان من اینجا زدم 3 تا عدد میشه دیگه، فقط متشکل از 3 و 4 باشه میشه TRC، اما اگر 2 و 5 هم اضافه بشه غیر TRC خواهد شد. خب طبیعتا اولویت ما با TRC از غیر TRC ها هم اشاره خواهد کرد و مضاف بر اون معکوس اینها هم هست، یعنی هر کدوم از اینها اگه 3 نوتی باشه شما میتونید به جای اینکه آکوردتون رو با این نوت شروع کنید با اینو یه دونه ببرید بذارید بالا به این حالت بنوازین و خب الان نوت اول شما که نوت باس شما نوت پایه درجه دومی نوت از این ستا شد سومی شد و حتی میتونم این سولی که اینجا هست رو ببرم یه دونه بیارم بذارم پایین، این الان میشه نوت آغازین من فاصله پنجم شد و این معکوس دوم است. این پس هر تریاد که سه تا نوت داره بسته به اینکه کدوم یکی از این سه تا نوت اول من باشه باسم باشه سه حالت ایجاد میشه که یکیش اصلشه روش حالت پایگیه و دوتای دیگه معکوس هاش هستن، پس ضرب در 3 میشه همین حالت هایی که بحث کردیم ضرب در 3 میشه. حالا بریم سراغ بحث آکورد های هفتم. خب اگر TRC هم بخوام بحث بکنم من با 3 تا عدد به شما بدم دیگه، 4-3-4 فقط هم با 4 و 3 دارم، چند حالت میشه؟ حالا الان فکر میکنم ریاضیات گسسته دوران دبیرستان به داد ما میرسه، پس 2 تا 2 تا 2 تا کل این میشه 8 تا، پس 8 حالت شما خواهید داشت، مثلا اینکه اولی همش 4 باشه بعد 3-4 3-3 4-3 4-4 4 حالت خواهم شد و اینا قرمز رنگ هستن و اینایی که بنفش رنگ هستن همشون اولشون 3 ولی بعدی دوباره 4-4 4-3 3-4 3-3 4 حالت همین، اینا TRC. پس 8 حالت من آکورد هفتم TRC خواهم داشت که حالا وارون هاش هم اضافه کنم، حالا من کاری به اونا ندارم. و اگر غیر TRC باشه چطور؟ در این حالت هر کدوم از این پوزی موقعیت هایی که اینجا دارن 4 حالت میتونه داشته باشه، یا 4 یا 2 یا 5 یا 3. خب 4 حالت 4 به توان 3 میشه 64، پس 64 حالت هم من اینجا نوشتم غیر TRC شما میتونید داشته باشید که من فقط بعضی ها 3 تاشو فکر میکنم اینجا آوردم، مثلا اولی 4 باشه بعد 4-2 شبیه چیدمان فوتبال هم از 4-4-2 اینا 4-2-4 4-2-5 این از هم 5 استفاده شده هم 2 ولی تو اونایی که من نوشتم 3 نیست، حالا 3 میتونه اضافه بشه دیگه، ولی به هر حال هر کدوم از این 3 تا پوزیشن میتونن 4 حالت 2-5-4-3 بگیرن، 4 ضرب در 4 64 حالت میشه. حالا 64 تا غیر TRC 8 تا TRC با هم جمع کنید ضرب در، حالا چند حالت وارون میتونه داشته باشه؟ خب چون از 4 تا نوت تشکیل شده و من دقت کنین نوت 4 هم دوبل نیست، من اگه این 2 رو دوبل کنم این حالت میشه، این دوبل الان این منظور ما در اینجا این نوع آکورد ها نیست، منظور ما اینه که در نوت اضافه شده هم یک نوت متفاوتی باشه. در این حالت خب من میتونم یه جور بنویسم که این نوت پایه باشه، میتونم این نوت پایه بذارم، این نوت پایه بذارم یا اینو، پس هر کدوم از این آکورد 64 و علاوه 8 حالت 4 تا حالت میتونن داشته باشن که یکی پایگیشه وارون اول، وارون دوم، وارون سوم. ضرب در 4 کنی 288 آکورد دارم الان من در اختیار شما میذارم، هر کدوم اینا یه حس حالی دارن، یه حال و هوایی دارن و اینکه حالا چطوری پیوند بخورن به سایر آکوردها یک دنیایی است واقعا علم هارمونی، از اینکه شما میتونید چقدر حس و حالای متفاوت، اینقدر شوبرت، شوپن، اینا رو ما اینقدر آدمایی هستن که واقعا تونستن از هارمونیای خیلی پیچیده استفاده کنن، که حالا جالب هم اینجاست که ما اصولا اول از این هارمونیا ساخته میشن، شاید اینطوری بوده و بعد یک عده‌ای دنبال اینا ببینن این شخصی که اینطوری ساخته رو چه قاعده ای نوسه، یه قاعده ای در بیارن که بشه اینو تعمیم داد به سایر حالات و بشه آموزش داد به سایر افراد. ولی حالا من با این غیر TRC ها که کار ندارم، حالا من سه تاش اینجا اسامیش هم نوشتم تو این جدول، این قرمز رنگ ها و این بنفش رنگ ها که 3 و 4 هستن بیشتر مد نظر من هست تو اینجا،
و اونایی که بیشتر مهمتر بودن هم جای مهم نوشتم بغلش. اگه من مجبور بودم فقط 4 تا به شما آکورد هفتم اینجا آموزش بدم، هفتم ماژور رو میگفتم، هفتم دامیننت یا نمایان رو میگفتم، هفتم مینور و هفتم کاسته رو به شما آموزش می، کاسته کامل البته. ولی به نظرم مثل خب سایر موارد هم باشه که اونها هم داره اهمیت، هم این یکی رو شما به ندرت ازش استفاده میشه، ولی این بنفش رنگ ها اون دوتایی که مهم نیستن هم در من دیدم در قطعات مختلف که از این آکورد ها هم استفاده میشه. حالا البته 4-4-4 هم وجود داره که این 4-4 اصلا اسم نداره به خاطر اینکه چیز جدیدی نیست. حالا انشالله در ادامه وقتی که به من جدول رو توضیح دادم برای شما، 4-4-4 رو خواهم گفتش که چرا اصلا بهش معنی نداره و چیز جدیدی به ما نمیده. بریم سراغ هم شما اول این مهم ها رو پس یاد گرفتید که رو کدوم باید بیشتر تاکید کرد. این اسامی رو انشالله با هم دیگه یاد خواهیم گرفت. این فواصل رو که فکر کنم یاد گرفتید الان، منطقه 4-4-3 4-3-4 اینا چیا هست و چرا 8 حالت ایجاد شده که یکیش اصلا دو تاش تقریبا بیخیال شید، اون 6 حالت دیگه مهمتر هست. این نشانه ها خیلی مهمه و البته نوت های تشکیل دهنده آکورد که میبینید 4 تاست با 3 تا فاصل. برای سادگی من از آکورد دو ماژور به عنوان آکورد تونیک گام دو ماژور استفاده کردم، چون دیز بمول نداره، نوت سیاه اینا البته در حالت اولیه نداره، بعد همچنین در ادامه داره اضافه میشه دیگه، اینا ما کار داریم باش، دیز بمول اضافه میشه، ولی در حالت اصلی خودش دو ماژور خب متشکل است از سه نوت به سفید اینجا که یعنی راحت تر میکنه. شما تو همه گام های دیگه هم میتونید همه این آکورد ها رو بنویسید و الاخر. خب از اولی شروع کنیم. من اول دو ماژور رو دارم، میخوام همینو یک درجه هفتم بهش اضافه کنم. خب گام دو ماژور نوت‌های تشکیل دهندش نوت‌های سفید پیانو هستن. از 1 2 3 4 5 6 7 پس اگه من نوت سی رو اضافه کنم به دو ماژوری که داشتم، یک آکوردی خواهم داشت متشکل از، حالا من اینجا از اسامی انگلیسی استفاده کردم، طبیعتاً باید یاد بگیرید که این سی که میبینید دو هست، ای می جی سوله و بی سی هست، همون نوت ها به شکل به کار خودشون استفاده شدن. به این میگن هفتم ماژور، یعنی ماژور، این ماژوری که داشتم یه دونه هفتم گذاشتم براش، هفتم ماژور. نوت سی هم جزو نوت های همون گام هست، گام دو ماژور دیاتونیک و از همون نوت ها استفاده شده. فواصل 4-3 به خاطر اینکه ماژور بود، این اول دارم در مورد 4 ها صحبت میکنم، یعنی این فاصله رو دارم تو همشون. و البته خب وقتی دو ماژور میگم 4-3 میشه. حالا این بین نوت سول و نوت سی فاصله 4 نیم پرده دیگه ایجاد میشه که به این میگن هفتم ماژور. نحوه نمایش دادنش هم یه سی که خب به معنای دو هست، یه ام میذارن، ام بزرگ کپیتال، که چون ماژورا رو ما ام بزرگ نشون میدیم، مینور رو با ام کوچیک نشون میدیم، مثلا امایی که اینجا میبینید کوچیکن یعنی مینور، و هفتم هم میذاریم که یعنی شما اول دو ماژور رو باید بنویسید هفتم بنویسید. بعضی وقتا این به جای ماژور ام بزرگ اینجوری ام ای جی مینویسن که همون یه مقدار شاید راحت تر باشه. بعضی وقتا هم دلتا میذارن. این از سیمبل ها خیلی ترسناکه، ولی هیچی نیست. یعنی شما نوت درجه هفتم رو پیدا کنید، دقت کنید نوت درجه هفتم سیه که قبل از دوه، یعنی من اگه من بخوام اینو بیارم پایین بذارم اینجا میشه، یعنی نیم پرده قبل از نوت پایه رو از بالا اضافه کنید به محدودی آکوردهایی که دارید. مورد بعدی که مهم هست جزو همین آکوردها، فعلا اولیش 4، یعنی اولیش وقتی 4 هست یعنی من همچنان همینو دارم، ولی 4-3 پس اینم دارم، یعنی همچنان بر اساس دو ماژور ساخته میشه، ولی به جای اینکه سی رو اضافه کنم یه نیم پرده باید کمش کنم دیگه، این 4 بود نیست، پس میشه این. پس من باید، حالا میتونید از انگشت 4 استفاده کنید برای نواختنش در پیانو، عرض میکنم حالا گیتار و اینا دیگه بستگی به خود اون ساز داره. این حالت بهش میگن هفتم دامیننت یا هفتم نمایان. اینکه حالا اسامی رو چرا بهش میگن دامیننت، ببین وقتی من میگم سی درش بموله، شما لغت دامیننت براتون آشنا هست یا نمایان، درجه پنجم گام رو میگن. چون من الان دارم از نوت پایه سی شروع میکنم، یه گامی به من بگید که نوت سی درجه پنجمش باشه، خب دنده عقب باید بیام میرسم به فا دیگه، شبیه اون چیزی که توی دستگاه راست پنجگاه در موسیقی ایرانی آموزش دادم، یه چیز تقریبا تو همون مایه که فا ماژور با دو ماژور با هم دیگه ارتباط داشتن. حالا تو سه ما برگردید اون ویدیو رو ببینید. 1 2 3 4 5
5. پس نمید دو الان در گام فا ماژور درجه پنجم یا دامیننته. حالا در گام فا ماژور چه نوتی دیز بموله؟ به دایره پنجم ها اگه مراجعه کنیم متوجه خواهید شد که نوت سی درش بموله. پس همین سی که الان من اینجا بمول کردم و گفتم به جای سی بمولش رو بزنید، در حقیقت از این آکوردی که الان من اینجا نواختم آکوردی بود که رو درجه پنجم گام فا ماژور ساخته شده بود. به خاطر این بهش میگن هفتم دامیننت یا هفتم نمایان. ولی چیزی که هست اینه که شما همین دو ماژور رو این دفعه نوت قبلی رو به جای اینکه پیدا کنید بمول نوت قبلی رو پیدا کنید، یا از نوت اول یک پرده برید پایین تر، دو نیم پرده برید پایین تر، به هر چی رسیدید بذارید اینجا. اینطوری میگم چون در گام های مختلف خب ممکنه یه نوتی دیزدار باشه، وقتی میگم نیم پرده بیاید پایین یعنی به کارش کنید. اینا رو اینجوری یاد بگیرید من از هم بهتره. تو قبلی از نوت قبلی نیم پرده اومدم پایین، از نوت اول نیم پرده اومدم پایین، اینجا از نوت اول یک پرده میام پایین میرم بالا میرسم به این آکورد. ببین میگن هفتم دامیننت، همونجوری که میبینید دو هست، می هست، سول هست و سی بمول هست. و این که به ندرت استفاده میشه، ولی اجازه به یه اشاره بکنیم بهش. این دفعه علامتش همین قبلی، علامتش هیچ نمیذارم. اون وقتی بالای سی یه دونه هفت نوشتن یعنی شما باید از نوع دامیننت استفاده کنید. و بعضی وقتا یه دام می نویسن، حالا چنین چیزی من، ولی معمولا وقتی چی نمی نویسن یعنی شما باید از نوت پایه یک پرده برید پایین، چیزی که اینجا بود رو به بالا اضافه بکنید. و عرضم و حالا بعدی هم که به ندرت هست من سریع رد بشم، خب میشه 4-4-3. وقتی میگم 4-4-3 یعنی اینو دارم، ولی این قبلا سه، اینو باید یه نیم پرده ببرم بالا. این از نوع افزوده خواهد شد، به این آکورد میگن افزوده دیگه، آگمنتد هست. حالا به این تهش هم نوت سی رو اضافه کنم، در واقع همون حالت اولیه ما هست. این نگاه کنین اولیه رو با این پایینی، این هم فقط این نوت پنجم در فاصله پنجم اینجا دیس خورده به این حالت. بخاطر اگه بخوام بنویسن میگن همون بالایی یعنی سی ام 7 رو نگاه کن، اینجا نوشته شارپ 5 یعنی دیز 5، یعنی درجه 5 همون سی ام 7 که بالا بود و درجه پنجمش رو دیز دار بکن. یا گاهی اینجوری هم می‌نویسن سی پلاس به معنای آگمنتد هست دیگه، یعنی چون این الان آگمنتد میشه سی پلاس و یه دونه هم که سی اضافه میشه، این هم هست. ولی و 4-4-4 هم من طبیعتا معنی نداره زیاد. اگه گفتید چرا معنی نداره میتونید ویدیو رو پست کنید فکر کنید، ولی 4-4-4 یعنی این که من درجه این بی که اینجا هستم یه دیز بهش اضافه کنم. اگه بهش دیز اضافه کنم چی میشه؟ ببین این الان این حالت بود دیگه، این الان اینجا بود، این هم اینجا بود. اگه من اینو دیزش کنم میرسم به همون نوت پایه دیگه. در این 4-4-4 علت این که بی‌معناست اینه که و هیچ جایی بهش اشاره نمیشه، به خاطر اینه که وقتی من اینو ببرم بالا میرسم دوباره به همین، انگار دوبلش کردم. پس 4-4-4 در حقیقت هفتم به معنایی که الان ما داریم راجبش بحث میکنیم نیست و آکورد جدیدی نیست، بلکه همون آکورد آگمنتدیست یا افزودهیست که نوت پایش دوبل شده باشه. پس این 4 حالت رو داشته باشید. بریم سراغ قسمت بعد. خب بریم سراغ بحث آکوردهای که اولشون سه هست. اولشون سه خب من یاد مینور میندازه دیگه، یعنی این دوتا نوت باید در پای وجود داشته باشه. خب من اگر همین مینوری که داشتم رو در نظر بگیرم و همین نوت سی رو بهش اضافه کنم، فاصله این دوتا نوت از هم 1-2-3-4 تا نیم، پس میشه 3-4-4. به این میگم مینور ماژور، به خاطر اینکه شما اولی رو روی مینورید و اینو وقتی اضافه میکنید همون حالتی رو که در اینجا داشته دیگه، که این ماژوری که اینجا داشتم، اینجا من نوت سی رو اضافه کرده بودم، اینجا سی می بمول سول، این سی منظورم سی انگلیسی هست، سی ای بمول، یا بذار فارسیشو بگم دو می بمول سول و بعد نوت سی اضافه میشه. به میگن هفتم مینور ماژور. چجوری نشون میدن؟ سی ام یعنی مینور، یه دونه ام اینجا میذارن یعنی ماژور، هفتم هم که اینجا هست. یه نکته هم بگم، بعضی وقتا ماژور رو با این دلتا هم نشون میدیم دیگه، اینجا هم هست دیگه، اینم پس این دلتا ملتا دیدید نترسید فکر کنید چیز خاصی ها. 3-4-4 باید استفاده کنید.
تیمتون رو 3-4-4 بچینید. مورد بعدی که مهم هست هفتم مینور هست و باز یه مینور انتخاب میکنید. من آکورد دو مینور رو انتخاب کردم، دو می بمول و سود دارم اینجا. خب وقتی شما آکورد دو مینور رو شما به عنوان آکورد تونیک گام دو مینور نگاه کنید، به دایره پنجم ها مراجعه کنید، ببینید که در دایره پنجم ها گام دو مینور چه نوتهایی درش بموله. متوجه خواهید شد که علاوه بر این که حالا می درش بموله که این آکورد رو ما ساختیم، لا و سی هم درش بموله. حالا من با لا که اینجا کاری ندارم، من الان با سی که سی هم بمول خواهد بود. پس وقتی من در گام دو مینور هستم و میخواهم درجه هفتم رو بسازم، اینجا باید از سی بمول استفاده کنم تا از نوت‌های تشکیل دهنده گام دو مینور باشه. پس اینو که داشتم هیچ، اینم اضافه میکنم بهش و به این میگن هفتم مینور. اینجا دقت کنین، دو دارم، می بمول دارم و سی بمول هم که تهش اضافه کردم، فاصلش میشه 3-4-3. چطوری نشون میدن؟ خب همونجوری که بالایی دو ماژور هفت بود، این یکی خواهد شد دو مینور هفت، یه هفت بالاش میدم. گهگاه مینور رو با ام کوچیک مینویسن، گهگاه اینجوری مین مینویسن دیگه، به معنای این هست. این هم مهم هست و شاید چهار تا که منتخب من بخوام بگم یکیش همین خواهد. بعدی هفتم کاسته هست که بهش میگن نیمه. هفتم، دو تا هفتم کاسته اینجا داریم. این اولی هفتم کاسته نیمه است، دومی هفتم کاسته کامله که هر جفتشو من دیدم شاید دومی مثلا مهمتر باشه، چه ارز کنم. در اینجا شما اول خب باید آکورد کاسته بسازید. قبلی ها بر اساس ماژور مینور بودن، اینجا بر اساس کاسته است. کاسته خب 3-3 دیگه، یعنی این که 3 رو که دارم، این 4 بود، اینو بیارم اینجا، این آکورد کاسته هست. حالا اینجا من آکورد نوت بعدی رو باید چی انتخاب بکنم؟ پس تا اینجا داشته باشید که من دو دارم، می بمول دارم و اینجا سول رو هم بمول کردم. تو هر جفتشون نگاه کنید، سه تا نوت اولش، یعنی آکورد تریاد اولیه شما از نوع کاسته خواهد بود. حالا در هفتم کاسته نیمه شما از سی بمول استفاده میکنید، به چنین حالت ایجاد خواهد شد. و توی هفتم کاسته کامل از سی دوبل بمول استفاده میکنی. سی دوبل بمول، اگه من اینو دو بار بمولش کنم، 1-2 میاد رو نوت لا دیگه. یعنی اینو که داشتم این حالت خواهد شد که میگن هفتم کاسته یا دیمینیشت. انگلیسی هاشم یاد بگیرید بد نیست. دیمینیشت فول به قبلی میگفتن هفت، دیمینیشت سیونز. و خب به لحاظ الان این نها کنیم، بی درش بموله، این بی دوبل بموله. هفت دیمینیشت رو با یه دایره اینجا نشون میدن که وسطش یه خطه. این الان اینو شما دیدید، به من هفتم که اینجا هست، هفتم کاسته روی دو هست، یا گهگاه اینجوری هم نشون میدن. چرا اینطور نشون میدن؟ چون اگه من دو مینور رو داشته باشم، دو مینور سون رو بکنم، به این حالت خواهد شد دیگه. این بی پنجی که اینجا می نویسه، یعنی این که اینو من اگر بمول کنم دوباره میرسم به همون دیگه. خیلی طولانیه اینا، ولی خب به جای اینکه بنویسیم B5 اینجا، یعنی اینکه اینو بمول کن، همون میگم یه کاسته‌ای باشه که جوری یه دونه وسطش یه خط میکشه. این یکی که دوباره از همین استفاده میخواهد شد و این دفعه این اضافه میشه، این هست. اینجا دیگه دایره میذارن دیگه، اینجا کامل اینا اینو خط میکشن که بگن نصفه است، مثلا نیم دایره است، یکی کاملا دایره است. و یا این که میگوین که همون سیم دو مینور باشه که این باشه، که اینم اضافه شده، اینو داشته باید. حالا اینجا داخل پارانتز نوشتن که نشون بده اینا با یکی اینکه درجه هفتمشو بمول کن. خب درجه هفتم بمول داشت، یه دونم بمول بخوره میاد اینجا میشه لا، و درجه پنجمم این بالا بمول کنم میشه این دیگه، چنین چیزی خواهد شد. سه سه سم هست دیگه. این الان با این سه تا، 1-2-3، 1-2-3، 1-2-3، سه تا سه هست. بالایی هم 3-3-4 هست دیگه. اینا آکورد هاییست که در اینجا هست. حالا هر کدوم اینا تو چه جایگاهی استفاده میشه دیگه مطلبیست که دیگه باید به ویدیوهای بعدی مراجعه کنیم، بگیم اینا با چی پیوند میخورن، رو چی حل میشن و چه حس و حالی میتونن ایجاد بکنن. اصلا استفاده از آکورد های کاسته چطوری باید باشه، کدوم یکی از وارون های اونا بیشتر خوش صدا تر هست.
سه نقطه که دیگه به اونا نمیپردازم. ولی در مورد هارمونی غیر تیرسی حالا به نظرم خودتون میتونید اینها رو دیگه بنوازید. مثلا 4-4-2 اگر تیمتون رو بچینید، چون 4 هست دوباره این دو تا آکورد رو خواهید داشت. در حالتی که اینجا داشتیم 3 تا بود، این یه دونه دیز میخوره، اینجا خواهم رسید، این افزوده میشه. حالا اگه اینم اضافه کنم به فاصله این 1-2 نیم پرده اینجا من فاصله دارم. خب این چیز جدیدی است دیگه، به خاطر همین میبینید 2+ یعنی آگمنتد 7 اینجور نشون میدن. یا مثلا اگر من بخوام یکی رو بزنم دوباره، چون 4 تا است این اینجوری خواهد شد. حالا اینجا که قبلا این 3 تا بود الان باید بشه این خواهد شد و بعد این رو شما الان میشنوید که 4-2-4 فاصله این دوتا 4 تا است، 1-2-3-4 یا یکی را آخری را بنوازیم که هفتم ماژور. این الان شما بخواید نگاه کنین همین هفتم ماژوری که این یا این قبلی هم همینطوری میتونستین بگید، همون هفتم نمایان هست که پنجمش بمول شده. این یکی هفتم ماژوری است که پنجمش بمول شده. یعنی من اگر اینو بزنم این میشه هفتم ماژور و درجه پنجمش رو بمول کنم، فاصله این دوتا نوت رو نگاه کنید، دو تا نیم پرده است، فاصله این دو تا رو نگاه کنید، 1-2-3-4 5 تا نیم پرده است. اینا جدید است. ولی در حالت کلی اگه یه نگاه خیلی سریع بندازیم، شما در گام دو ماژور نوتاتون همه به کار باشه بهش میگن هفتم ماژور. اگه اون آخریه رو بمول کنید هفتم دامیننت یا نمایان خواهد شد که علتش رو گفتم چه جوری است، برمیگرده به فا ماژور و درجه پنجم اون گام. اگر که این نوت سوم رو دیز دار کنید که کمتر استفاده میشه، هفتم ماژور افزوده است. اگر درجه دو اینو در حقیقت فاصله سوم رو بمول دار کنین، هفتم مینور ماژور. اگه علاوه بر این آخرین هم دوباره بمول دار کنین، این هفتم مینور یه جورایی داره همینجوری تکمیل میشه دیگه، این داره بمول اضافه میشه بهش، این هر دوتاش بمول دار بشه این هفتم مینوره. اگه این درجه پنجم رو هم بمول دار کنین هفتم کاسته است. اگه آخری رو یه بمول دیگه هم بهش اضافه کنین هفتم کاسته خواهد بود. بقیه موارد هم که دیگه انشالله خودتون میرید با کنجکاوی میکنید. پای اینا حالا 64 حالتی هم که این پایین داریم صداهاشو میشنوید و سعی می‌کنید چه سوالی به شما خواهد داد.